بسم الله الرحمن الرحیم آخر و زمان خانواده تمدن بچننه معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 36 دویست و چهر و هفت یکی از واضح ترین نشانی کفر و جهل حاکم بر جهان بشری حتی در عصر مدرنیزم که عصر پرنگرافیزم و زنای مفتخرانه است این است که در همه فرهنگ ها و مذاهب روی زمین رابطه جنسی بین زن و شوهر یک پدیده ضد درزشی، ضد دینی و حتی شیطانی ارزیابی می شود که این تناقض در عصر جدید بیانگر نفاق و شقاقی بزرگ در بطن زناشویی و خانواده در سراسر جهان است که البته این تناقض عظیم بیانگر راز نهایی در ماهیت زناشویی هاست و آن اینکه اکثریت رابطه زناشویی دارای ماهیت زنایی است یعنی زنای باطنی هرچند که این نگاه منفی به رابطه جنسی در خانواده در میان مسلمانان کمتر از جهان بودایی و مسیحی است و در مجموعه آثار ماست که این باور و تابوی شیطانی در هم شکسته است و بلکه تبدیل به مقدسترین پدیده دینی و روحانی گشته است. 248 همانطور که نشان دادیم رابطه جنسی قلم رو به تعامل و تبادل دروح است به شرط اینکه رابطه قلبی بین طرفین پیشا پیش برقرار شده باشد یعنی رابطه ایمانی زیرا طبق کلام الهی قلوب انسانها جز به نور ایمان زنده نمی شود پس قلوب غیر مؤمنین اصلا حیاتی ندارد که بخواهد هجلگاه به سال دروح باشد ولذا رابطه جنسی در میان کافران و غیر مؤمنان طبعا رابطه ای ناپاک و خناسی می شود زیرا هیچ ارتباط بالاتنه و معنوی در میان نیست که این رابطه را روشن سازد. و هر رابطه زلمانی قلم رو به رسوخ شیاطین است. شیاطین انسی و جنی. و این است که چون این زن شوهرهایی فقط به دلیل نیاز جنسی در رخت خواب آشتی می کنند، که این آشتی موقت در پایان رابطه منجر به ادابتی شدیدتر می شود به دلیل حضور خناسان رابطه و این گونه است که رابطه زناشویی به سردی و طلاق عاطفی می گراید که زمینه ی طلاق فیزیکی را مهیا می سازد که اگر ممکن نگردد زمینه ی هر خیانتی می شود دویست چهل همانطور که ازدواج حتی برای کافرترین افراد و جوامع بشری تنها عملی است که علیرغم میلشان پای خدا و مذهب را به میان میآورند که این واقعیت جهانی داله بر حقیقتی فطری است که اجازه نمیدهد هیچ ازدواجی بینام خدا و عهدی الهی رسمیت یابد به ای که حتی خود زن و شوهر هم بدون این مراسم احساس زناشویی نمی کنند و خود را محرم یکدیگر نمی دانند. پس به راستی ازدواج که تماماً بر عنصر رابطه جنسی بنا شده الهی ترین اتفاق در سرنوشت انسان است که هیچ کس را توان انکار این حقیقت نیست. حتی جوامع کمونیستی نیز بالاخره نتوانستند مراسم دینی را از ازدواج به کلی حذف کنند. دویست و پس رابطه جنسی به عنوان تنها ستون مشترک زندگی زناشویی بایستی قانون همه ارزش های دینی و اخلاقی باشد و کل سرمایه گذاری معنوی طرفین را بر محور خود متمرکز سازد. آیا به راستی این گونه است؟ و بلکه این موضوع محور همه دروغها و مکرها و رزالت و بازی های است و, و این است کوره جهنم زندگی خانوادگی برای یک انسان مؤمن و اهل معرفت ورود به رابطه جنسی به مصابه حضور به درگاه خداوند است پس بایستی کمال تقوا و صداقت و حرمت و عزت در این رابطه به میدان آید که این میدان ازدواج دروح است از در تن زیرا تن آدمی تنها کالبد روحانی در جهان است پس کسی که در این رابطه دارای تقبا و صداقت و ذکر و اعتماد و اتحادی نباشد در سایر جنبه های زندگی خانوادگیش ناکام و کافر است. 252 قداست رابطه جنسی و حریم جنسی در کتاب خدا به قدری آشکار است که خداوند در هیچ موردی این گونه با قطعیت حکم صادر نفرموده است مثلا میفرماید که هرگز اجازه نمی دهد که مؤمنی با کافری ازدواج کند و انسان پاکی با زناکار زیرا اوست که برای هر کسی همسری قرار می دهد. پس خود او مستقیما در این حریم دخالت میفرماید و این است که در همه فرهنگ ها ازدواج را یک قسمت الهی و ازلی می دانند که این درست است چرا که به ندرت کسی می تواند کفر و ایمان دیگران را ارزیابی کند. همچنین حکم فرموده که زن و شوهر اتاق خواب خود را از سایر اعضای خانواده جدا کنند و فرزندان بالغ را به آن راه ندهند. و همانطور که قبلا نشان داده ایم مرز هجاب و افاف پیش از آن که مربوط به زن و مرد باشد معطوف به کفر و ایمان است یعنی به طور کلی کافران بر مؤمنان نامحرم تلقی می شوند که آیه هجاب هم آشکارا به این امر اشاره دارد که حجاب های خود را رعایت کنید تا کافران بر شما راه نیابند. قرآن پس زن و مرد کافر برای یک زن مؤمن نامحرمند حتی اگر از وابستگان نزدیک باشند. و درست به همین دلیل به زنان و مردان نو ایمان امر به هجرت شده است تا به مؤمنان بپیوندند و با مؤمنان ازدواج کنند و میدانیم که مسئله ایمان امری بنیادی تر و فراتر از مذاهب رسمی است یعنی ممکن است مسلمانی کافر باشد و یک مسیحی هم مؤمن دویست نیاز به رابطه جنسی برای زنان بسیار عمیقتر و قلبیتر از مردان است یعنی مردان می توانند با ارگازم شهوانی خود موقتا نیازشان را برطرف سازند ولی زنان تا به یک حد اقل به سال قلبی نرسند کمترین رضایت جنسی نخواهند داشت. بنابراین ارگازم جنسی برای زن یک نیاز ثانوی و مستحبی تلقی می شود. در حقیقت زن در این رابطه نیازمند دریافت روح و بلایت مردش می باشد پس اگر مردش دارای این قابلیت نباشد زن در قحطی جنسی و عاطفی قرار می گیرد و به سمت افسردگی و یا فحشا می رود. هرچند که به لحاظ تعدد ارتباط جنسی هیچ کم بودی نداشته باشد. پس آنچه که برایت زناشویی نامیده می شود، اساساً در این رابطه امکان تحقق دارد. دویست و, و چهار پس اگر نیاز جنسی زن بسیار عمیقتر از مرد است، پس منطقی است که زن هم از این بابت به همسرش رجوع نماید و تکبر نورزد که چون این تکبری سرنوشت او را تباه میسازد و اتفاقا مؤمنانه ترین رابطه جنسی حاصل رجوع زن به مرد است زیرا زن از این طریق به جهاد اکبر نائل می شود یعنی نبرد بر علیه اراده به پرستیده شدن که منشه کفر اوست. پس ناز و انکار و عدم تمکین و تعامل جنسی زن با شوهرش اساس تمامیت کفر و شیطنت و افسردگی و فحشای باطنی اوست که عاقبتی فجیع به بار می آورد. حتی از منظر مصالح زندگی زناشویی و شوهرداری هم برای زن حماقتی بزرگتر از ناز و تمارز در رابطه جنسی با شوهر نیست که به سرعت شوهر را از خانه فراری می دهد و به فحشا می و آنگاه نوبت خود اوست به خصوص امروزه که اکثر مردان بچه ننه و زن صفت هستند که خود برای زنانشان ناز می کنند و زنان خود را به جای مادران خود قرار می دهند. دویست و و شش زنی که نیاز جنسی خود به همسرش را انکار می کند در حقیقت عورتش را تبدیل به حربه ای نموده تا شوهرش را تحقیر کند و بینیازی دروغین خود را به او اثبات نماید که ای چون این زنی تا ابد در پایین تنی خود محبوس می ماند و دامگه شیطان می شود که این مسئله رایش ترین کفر و استکبار شیطانی زن در جهان است که علت همه امراض زنانگی اوست. در حقیقت چون این زنی هرگز نمیخواهد از پایین خود بالاتر رفته و رابطه ای معنوی و روحانی با شوهرش برقرار کند. چون این زنی به تدریج دچار افسردگی و دلمردگی شده و عصفه شقابت میگردد و امکان مادریت را بر خود حرام می کند و فقط بلنده فرزندان خیش است. چون این زنی به تدریج دروغ و ریای خودش را نیز باور کرده و لذا خود را فرشته ایثار نسبت به همسر و فرزندان می داند از بابت این که با شوهرش خوابیده و فرزندانش را زاییده است. چون این زنی تجسم شیطان می شود که تمام وجودش کینه و انزجار از همسر و فرزندان است که چرا ایثارش را درک نکرده و او را به جای خدا نپرستیدند. چون این زنانی در خانواده ها و جوامع مذهبی تر فراوانترند به دلیل همان خرافی که ذکرش رفت که رابطه جنسی را زشت و شیطانی می و لذا در این رابطه به تسخیر شیطان در می آیند و این هم منطقی است و هم عادلانه. همه زنان وسواسی و آلرژیک و افسرده از این جماعتند. دویست و, و هفت امروز شاهد پیدایش نسلی هستیم که دخترانش در خیابانها و اینترنت در جستجوی شوهرند و هیچ مردی نمیابند الا بچه ننه هایی که فقط طالب دخترانی جوان و شاغل و پول دارند که جای خالی مادران پیرشان را پر کنند. این است که چه بسا ازدواجهایی که شب عروسی به طلاق می انجامد و دخترانی که هنوز تماما فطرت زنانگی را از دست نداده و عقیم و مرد خار اند ترجیح می دهند که پنهان یا آشکار همسر دوم و سوم مردانی از نسل قبل باشند که هنوز مردانگی را از دست ندادند این فاجعه جهانی را می توان به نوعی عدالت تاریخی در روابط زناشویی تعبیر نمود در قبال هزاران سال ناز و تکبر و انکار و خودپرستی زنانه از یک سو و استکبار و قلدری و ظلم مردانه از سوی دیگر. که این بارونگی و ذلت و تباهی دو جانبه در روابط زن و مرد در آخر و زمان پاسخ به هزاران سال ظلم زناشویی در گذشته تاریخ است در اینجا سؤال این است که این چه عدالتی است که نسل جدید بایستی به پای مظالم اجداد خود قربانی شود پاسخ ما همان است که بارها گفته ایم که تنها کسانی که پا بر نشاد پرستی خود گذاشته و از قلم رو به پرستش سنت آبا و اجدادی خارج می شوند و به نور تقوا و معرفت به خود می آیند و حق آخر و زمان را ادا می کنند از این فاجعه مدرن مسون می مانند و دیگر وارث تاریخ نیستند بلکه خود بانی خلق جدید انسانی می شوند. که راه و رسم این خروج و نجات و معارف مربوط به آن در مجموعه آثار ما است. انسان نجات پرست خواه ناخواه وارث نجات خیش است و در آخر و زمان که قیامت نجات هاست بایستی در حساب نجات خود شریک باشد و از آن راه رهایی ندارد یعنی دختر و پسری که هنوز در جستجوی سلطه و پرستش خیش هستند در این ادالت تاریخی مافات پس می دویست و و هشت آیا به راستی وظایف و رسالت یک زن خاندار مسلمان در خانه چیست؟ به هر حال می دانیم که حکم الهی از برای زنان مؤمنه استقرار در خانه است. ولی این استقرار در جریان عمل چگونه ممکن می شود؟ یک زن مسلمان خاندار که تصمیم به استقرار در خانه دارد ساعات و اوقات روزمرش را چگونه سپری می کند؟ این مهمترین معزل همه زنان خاندار است که عموما در تعامل و مدیریت سازنده و مؤمنانه با این امر عظیم در میمانند و دچار بحران روانی می شوند. برخی در خانه افسرده و دل مرده می شوند و برخی در همین خانه به انواع مفاسد اخلاقی دچار می گردند و برخی بالاخره از خانه می گریزند به بحانه های متفاوت شرعی و اقتصادی و علمی و هنری. دویست و استقرار باطنی و مؤمنان در خانه که با عزت و لذت و سلامت و شکر باشد و موجب رشد و تعالی زن گردد واقعی بس بزرگ و کمیاب است. دویست و قرآن کریم زنان مؤمنه ای را که امر به استقرار در خانه می نماید تا پاک شوند و اهل بیت گردند به ذکر و تعلیم حکمت الهی در خانه دعوت می کند. یعنی فقط به قدرت معرفت نفس و خداشناسی باطنی و تربیت حکیمانی نفس چون این مقامی از زن در خانه حاصل می آید. دویست و و یک. طبق قول الهی زن و مرد مسلمانی که ازدواج می کنند و خلق جدیدی را به نام خدا بنا نامی سازند مشمول رعفت و رحمت و نزول مستمر از کار رحمانی خداوند در خانه می شوند که فقط با رعایت موازین الهی در خانه از آن برخوردار می گردند. گونه که در سوریه احزاب ذکرش رفت. یعنی رعایت تقوا و افاف و اقامی سلات و زکات و تعلیم و تربیت ارفانی به ذکر و حکمت الهی. دویستوشست و دو به خصوص امروزه که افت و اسمت خانواده حتی در درون چهار دیواری خانه ها هم از سیتره و رسوخ شیطان آریل مسون نیست و شیاطین به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق ابزارهای ارتباطی و امواج ای در خانه ها فرو میریزند بدون ذکر و حکمت و مراقبه ارفانی نفس امکان استقرار مؤمنانه و با اسمت در خانه وجود ندارد زیرا اسمت باطنی زن از طریق این ارتباطات قارت می شود. 263 پس پروازه هست که یک زن و شوهر مسلمان برای حفظ ایمان و اسمت و سعادت دنیوی و اخروی خود بایستی همت عظیم طلب کنند و دارای عزمی الهی باشند و بر این امر بزرگ الهی خداگاهی و نظارت مدام داشته باشند و آن را متحدانه و خردمندانه مدیریت کنند وگر نه در اندک مدتی همه شرافت های این زندگی به باد می و خانواده تحت فرمان شیطان در می آید و هر دو را بنده خود می سازد. حد شرط لازم برای این همت عظیم همانا استقرار بلایت زناشویی به طور متقابل است به این معنا که زن با ایمان و اعتماد به مردش در امور ظاهری و دنیوی صادقان تبعیت کند و مرد هم متعهدانه دنیای زن را بر عهده گیرد و در این تعهد با تلاش تمام متوکل به خداوند باشد و هیچ حرامی را بر زندگی وارد نکند و فقط در این صورت است که ایمان و تقوای الهی در زن و شوهر تبدیل به هویت واحد الهی آنها می شود و در این سمت تو امان رشد و تعالی می یابند. دویست و شست و چهار علاوه بر مسائل مذکور یکی از مهمترین مسائل بحرانزا و فتن آفرین برای بشر مدرن مسئله تورم زمان است که همان زمان اضافی و آزاد شده در زندگی تکنولوژیکی می باشد. که فتنه این ربای دهری برای زنان صد چندان است همانطور که در فرهنگ عامه بشری معروف است که برای زن چیزی مخربتر از بیکاری نیست. که بزرگترین مدخل شیطان است و این مهمترین مسئله زنان خاندار در عصر جدید است و اگر فقط از همین منظر به مشکلات زنان خاندار نظر کنیم منشه همه این مشکلات را بیکاری زن در خانه میابیم که یا او را در درون خانه به جنون میکشاند و یا او را از خانه به بیرون میبرد. که مثبتترین روش فائق آمدن بر این بیکاری برای زنان خاندار ابتلای مالی خولیایی به فرزندان است که فرزندان خود را در خانه ملعبه بلحبسی های خود می کنند و از آنها یک بچه جنی می سازند و نام این فساد عظیم را بچه داری و تربیت بچه می نامند که ظاهرا مشروع تر از بلحبسی های دیگر است ولی در حقیقت مخربترین آنهاست. چون این زنانی کل اراده و شخصیت بچه را بلعیده و وقت اضافی خود را بدین گونه در بچه می کشند. امروز شاهد پیدایش نسلی از این بچه های روانی در خانواده هایی هستیم که دارای زنانی مسلمان و خانه دارند. چون این بچه هایی به زودی تبدیل به بزرگترین عذاب روح والدین خود می شوند. این بچه ها قربانی بیکاری و بیاری مادران خیشند و مادرانی که این رابطه شیطانی با بچه را عشق میپندارند. بسیاری از این مادران به جایی میرسند که آرزوی مرگ این فرزندان را میکنند و این فرزندان به محض رسیدن به سن بلوغ به سرعت از خانه فراری میشوند تا روح خود را از اسارت این مادران نجات دهند ولی یک شبه در جامعه به دام می افتند. دویست و شست و پنج امروز یک زن خاندار و کاردان همه کارهای خانه اش را به کمک ابزارهای صنعتی در عرض دو ساعت انجام می دهد و بدین گونه ما بقی روزش دچار تورم می شود که اگر به واسطه اشتغالی مفید و سازنده جبران نشود آرام و قرار را از زن سلب می کند و بالاخره او را به بهانه اشتغال و کمک هزینه خانواده یا ادامه تحصیل و انگیزه های بی بنیاد هنری به بازار می کشاند و به باد می دهد. بی تردید بهترین معلم و مربی بچه تا قبل از سن بلوغش مادر اوست. ولی نه آن مادری که از سر بیکاری و بیاری بچه اش را به مصرف می رساند و از با بازی خود می سازد. ولذا شاهدیم که چه بسا به لحاظ شخصیتی زنان شاغل بیرون از خانه اکثرا کم مرستر از زنان خانه دارند و همچنین بچه های مهد کودکی آنها هم کم مرستر از بچه های خانگی هستند که مزبله نفس مادران خود گشتند. و بدین به گونه بهتر درک می کنیم که مناقشه فرهنگی و تربیتی بین این دو نظریه چه جدال بیپایان و بیپاسخی است که آیا زن خاندار بهتر است یا زن شاغل بیرون از خانه و همچنین آیا بچه مهد کودکی سالم تر است یا بچه خانگی در اینجا دعوا بین بد و بدتر است و به راستی معلوم نیست که کدام یک بدتر است تا زمانی که حقیقت بحران عصر جدید خردمندانه و مؤمنانه شناخته نشود دویست و, شست و هم مسئله این است که اصلا آیا زن با چه نیت بنیادی و بلند مدتی بین این دو گزینه انتخاب می کند؟ انتخاب بین هویت خانگی و هویت بازاری همانطور که اصلا به چه نیتی به سوی ادامه تحصیل می رود و نیز به چه نیتی ازدواج می کند و به چه نیتی بچه دار می شود؟ آیا هدف از ادامه تحصیل دانشگاهی یا ازدواج رهایی از تعهدات و قید و بندهای اخلاقی در خانواده پدری است؟ آیا مقصود از ادامه تحصیلات عالیه همانا تور کردن شوهری است که بتواند بر وی مسلط گردد و سلطنت کند؟ و آیا هدف از بچه دار شدن یا نشدن این است که از جانب شوهر پرستش بیشتری کسب کند؟ و آیا قصدش از خانداری و در خانه ماندن این است که فرزندش را به طور ششدانگ تصاحب نماید و وارث خودش سازد و دست شوهرش را کوتاه کند؟ و آیا هدف از اشتغال بیرون از خانه و کسب درآمد این است که ولایت شوهرش را نپذیرد و بلکه بر شوهرش ولایت داشته باشد؟ و آیا هدف از ازدواج بستن دهان اطرافیان است؟ و یا هدف از ازدواج فرار از سلطه و تحقیر مادر و انتقام گرفتن از اوست زیرا بسیاری از مادران نامادر دختران خود را حبوی خود قرار می دهند و لذا در خانه مجال هیچ نوع بالندگی و احساس وجود به دختر خود نمی دهند و مستمرا کارهایشان را تحقیر می کنند و بدین گونه خود احساس وجود می نمایند. همان مادرانی که شوهر را از حیات معنوی خانه ترد کردند و دختران خود را نیز مزاحم و حبو میابند. مگر اینکه به بندگی و پرستش خود بکشانند که معمولا اکثر دختران تن به این امر نمیدهند ولی پسران میدهند همان پسرانی که به زودی تبدیل به قول بچه ننه هایی زن صفت می شوند که همه این انگیزه ها و مقاصد شیطانی و بیمار داله بر فقدان حد ایمان و تقوای الهی در خانواده است هرچند که همگی نماز خان باشند و شریعت را هم تبدیل به هربه ستم کرده باشند. و این است که با وجود دین و دینداری در خانه بدون حکمت و عرفان نفس و جهاد اکبر در خانه امکان برپایی یک خانواده رحمانی وجود ندارد. و این است که شاهد خانواده هایی هستیم که در آن همه در سکوت آرزوی نابودی یکدیگر را می کنند و از این آرزوی شیطانی هم رهایی ندارند. اینها اسرار مگوی پنهان در بطن خانواده هاست که بالاخره در عصر آخر و زمان در جایی منفجر می شود و همه اهل خود را تار و مار می سازند. و و هشت. پس مسئله این است که اصلا صورت مسئله پدیده ازدواج غلط است. پس مسئله غلط هرگز پاسخی درست نخواهد داشت یعنی انگیزه های گوناگون ازدواج و زناشویی بر خطا و ستم است ولذا به خطا و ستمی بزرگتر منجر می شود. این خطاها و ستمها در جوامع جهان سوم و به خصوص جهان اسلام به مراتب پیچیده تر و حولناکتر است زیرا هنوز با بسیاری از مفاهیم سنتی و مذهبی عجین است که هرگز حقیقتشان را هم درک نکرده است و اصلا به مرور تاریخ این مفاهیم وارونه گشتند و اینک این ارزش های وارونه که لباس قدسی بر تن دارند در دوزخ تکنولوژیزم و برابری ها محکوم به نابودی هستند که این نابودی در تن و جان انسان ها عمل می کند و لذا انسانها ها محلکه این ویرانی ها گشتند. وصف ماجراهای خانواده های آخر و زمانی در جهان اسلام چیزی بسیار تلختر از تراژدی های است که اسرارش امروزه جز در آثار ما ایان نگشته است تا شاید یکی به خدایت و خانواده اش را برهاند. پس تا زمانی که صورت مسئله ازدواج و زناشویی بر خطاب و فریب و ستم استوار است نهایتا فرقی نمی کند که زنی خاندار باشد یا بازاری این یکی در درون خانه ای روحش را به شیطان فروخته و خانه را تبدیل به دیوان خانه کرده است که خودش سردسته دیوانگان است و آن دیگری مستقیما با شیاطین بازار همزیستی می کند و خانه از برایش همچون یک هتل است. با این تفاوت که شاید این زنان بازاری که مستقیما با شیاطین دست و پنج نرم میکنند انرژی شیطانی نفسشان کاهش یافته و به واسطه ازابها شاید گوش شنوای بهتری برای حقیقت داشته باشند زیرا به انتهای جهنم رسیدند و امید دیگری در این جهنم ندارند ولی اکثر این نوع زنان خاندار هنوز در این آرمان شیطانی به حسرت و عذا نشسته که چرا کسی در این خانه قدرشان را نمی داند. شاید در بازار کسی پیدا شود که قدرشان را بشناسد و آنها را بپرستد. که این نوع زنان به کمترین بحانه ای به دام مردان حرزه افتاده و از دست می روند. دویست و هفتا با توجه به این صورت مسئله نادرست ازدواج دیگر تفاوتی هم بین ازدواج سنتی یا مدرن وجود ندارد که دختر یا پسری از کدام راه همسر گزیند از راه خانواده یا جامعه دویست و هفت و دویک. نخست باید درک کرد که بنیاد هر ازدواجی در اراده به خروج از نژاد خیشتن استوار است و به میزانی که چنین اراده ای در دختر یا پسری فعال است ازدواجی مختارانه و مطمئنتر دارد و بار مسئولیت بیشتری از این امر مقدس را به دوش می کشد و تجربه زناشویی خلاقتری هم خواهد داشت که موجب رشدش خواهد بود چون این کسانی زودتر هم ازدواج می کنند چون دارای اراده انتخاب هستند که اراده به خلق جدید است. ولی دختر و پسرهایی که نجات پرست تر هستند و به اصطلاح بچه ننه به بار آمدند در عرصه ازدواج و انتخاب همسر منفعل می گردند مگر اینکه خانواده انتخاب کند و مهر تضمین و تایید بر این گزینه بزند تا این دختر یا پسر شهامت ازدواج کردن بیابد و همسر را بپذیرد ولی از آنجا که امروزه دیگر به ندرت خانواده ها چنین تزمینی در انتخاب همسر به فرزندان خود میدهند لذا شاهد پیدایش نسلی هستیم که در جامعه و بازار آزاد به دام میافتند و انتخاب میشوند و خانواده ها هم باتنن از این امر شادمانند زیرا هیچ بار مسئولیت مادی و معنوی برای آنها پدید نمیآورد 272 دو دو. امروزه به دلیل زیاد طلبی های فضاینده بشر به وسوسه های تکنولوژیکی نجات پرستی مستمرن پرهزینه تر شده و برای خانواده ها غیر قابل تحمل است و لذا نسل قول ب چننه ها محکوم به بی همسری می شود زیرا اراده انتخاب را ندارد که بدون حمایت خانواده همسر گزیند بلزا جهت ارزای غریزه جنسی در مفاسد بازار تباه می گردد. بلیزا شاهد پیدایش نسل پیر بچه ننه ها هستیم که در عین حال به انواع امراض و مفاسد جنسی و اخلاقی مبتلایند و هنوز از نزد خانواده خود ارتزاق می شوند که اگر شغل و درآمدی هم داشته باشند صرف بازی هایشان می شوند. بازی های پرحزینه دوران پیری دویست و هفت و دو سه. نسل قول بچه ننه ها که اصبه های تمام ایار نجات پرستی در آخر و زمان هستند بهترین تعمه های بازار پورنوگرافیزم حاکم در بازارند چرا که این نسل مخلوق تمام ایار خودپرستی جنسی مادرانند یعنی فرزندان عورت هستند و عورت پرستی پس این نسلی شیطان زده و شیطان پرست است که از هر اراده انسانی و هویت معنوی بیزار است پس چگونه توانایی انتخاب همسر داشته باشد فقط توانایی انتخاب یک قطعه پرنو را دارد آن هم برای اندک مدتی و این همان نسلی است که تمدن تکنولوژیکی آینده را رهبری می کند به سوی جهنم انهدام بشری و, و, و اما امروزه که اکثر ازدواج ها بر اساس روابط مشروع یا نامشروع قبل از ازدواج بنا می شود دارای خیر و شری ویژه است خیرش این است که بازی عشق و پرستش قبل از تشکیل رسمی خانواده تجربه شده و پوچ می گردد ولذا این بازی به ندرت دوباره در زندگی زناشویی مجال بالندگی دارد و اساس شیطنت و نجات پرستی است. ولی شر رشین است که کسانی که چنین تجربه تلخی را پشت سر دارند پس از آن ازدواج را فقط بر منافع اقتصادی و مادی محض بنا میگذارند و یک خانواده سیاسی را پیریزی می کنند که با موازین حاکم بر جامعه مدرن ادامه می گابد. و طبعا چون این خانواده ای همچون خانه انکبوت است که هیچ دلی در آن نیست زیرا قبلا خرج شده است و چه بسا لاک و مهر گردیده است دویست و همه فجایع مذکور در یک کلام به این دلیل است که زن و شوهر به جای پرستش متحد خدای واحد و اطاعت از رسولش برای همدیگر نقش خدا را ایفا می کنند و چون این نقش رسوا گردید آنگاه به جان فرزندان خود می افتند که برای آنها خدایی کنند و مسئله این نیست که زن و شوهری در زندگی نام خدا را بر زبان آورند و نماز و روزه ای برگزار کنند. مسئله این است که آیا ایمان و معرفت آخر الزمانی در خود و زندگی زناشویی و حیات اجتماعی دارند یا نه زیرا امروزه دیگر اعتقادات موروسی قوت و حیاتی ندارد که در مقابل قهاریت تکنولوژی و مدرنیزم دوام آورد الا در مراسم های نمایشی 276 و اما ازدواج هایی که حاصل روابط نامشروع قبل از ازدواج هستند که به نظر میرسد رسد موفق ترین نوع ازدواج مدرن باشند دارای یک زایعه و اختلال پنهان در رابطه زناشویی هستند که چه بسا تا آخر عمر دوام می آورد و لذا هرگز امکان پیوند معنوی به این زندگی نمیدهد. و آن بدگمانی و بیاعتمادی این دو به همدیگر است. با این نجوای منطقی که کسی که با غیر همسر رسمی خود میخوابد پس میتواند هر زمان چون این کاری را مرتکب شود و خیانت کند. که در این مسئله یک بار دیگر به حقانیت و وجوب سوگند و تعهد الهی در امر زناشویی پی میبریم که مسئله اساسی تر از قرارداد و قانون به ثبت ازدواج است و نیز امری فطری است که در برای کفر و ایمان قرار دارد که وجدانها را مخاطب قرار میدهد و تا خداوند نخواهد دو دل با هم قرار نمیگیرند و به هم اعتماد نمیکنند این مسئله نشان می دهد که تا چه حدی حتی سطحی ترین مسائل شرعی ریشه در فطرت و وجدان آدمی دارند که حتی یک کافر کمونیست و نیهیلیست هم از آن رهایی ندارد. و این که تا چه حدی حضور شاهدان در امر ازدواج نقشی حیاتی در زندگی آینده زناشویی ایفا می کند. و نیز این که تا چه حدی رضایت با حضور والدین و خانواده در این امر تأثیر می نهند از برای کسانی که بنیاد فرهنگ و باورهایشان نژادی و تاریخی است و نه ایمانی و عرفانی پدیده ی بچننه در همه جای تاریخ وجود داشته است زیرا مخلوق زناشویی فاقد بلایت است که در حقیقت به لحاظ معنای انسانی بی پدر و مادر است که در زیر بوته شیطان پرورش یافته است و از ولایت پدریت و مادریت محروم مانده است زیرا وقتی زن و شوهری در تعهد باطنی و روحی با یکدیگر نباشند در حقیقت برای فرزند خود هم پدر و مادر نمی شوند و چون این فرزندی از رابطه والدین خود تربیت و هویت نیافته است. و اگر چون این مولودی را بچه نن مینامیم و نه بچه بابا به این دلیل است که در چون این وضعیتی مرد از خانه ترد می شود و خود به خود بچه به چنگال زنی متکبر و یاقی و قهطی زده و شقی می افتد که می خواهد بچه اش را به جبران شوهری که نتوانسته ببلعد و پرستنده خود کند به گروگان بگیرد و از این طریق شوهرش را قصاص کند. ولی در عصر جدید تکنولوژی به عنوان القارعه بر چنین رابطه ای نجات پرستان فرود آمده و تقریبا همه زن و شوهرهای خودپرست را در هم کوبیده و شرایط را برای پیدایش یک جامعه بچه ننه فراهم کرده است و چه بسا زنانی که فقط به قصد بچه دار شدن ازدواج می کند. و پس از زایمان بچشان را می رو بایند و می گریزند تا از آن خود کنند. در حقیقت آن بلایت قهار زناشویی که به جبر در دوران قبل بر خانواده ها حاکم بود امروز دیگر به یاری تکنولوژی نه امکان بقا دارد و نه به آن نیازی است. در حقیقت القارعه نازل شده تا بنیاد زناشویی خودپرستانه را براندازد که بشر بین نابودی و حق پرستی انتخاب کند پس باید گفت این نسل بچننه بالقوه به دلیل فقدان سیطره نژاد در جانش بیش از هر زمانی مستعد حق پرستی و خداجویی است که برای نجات از این قهطی وجودی و بیهویتی بایستی با شیطان نفس خود به نبرد برخیزد و این نیازمند عرفان نفس است و خود آگاهی تاریخی بر ماهیت بیهوبیتی خود دو هشت. بنده در طول عمر معنوی خود ده از این دختران و پسران بچه ننه را یاری نموده و تحت شاع نور عرفان نفس به سوی تشکیل خانواده مستقل و بدون سلطه نجات سوق دادم و سالها تحت تعلیم و تربیت عرفانی هدایتشان نمودم که با همه مخاطرات و تهدیدهایی که از سمت جامعه و خانواده هایشن متوجه من بوده این رسالت عرفانی را به سمر رسانیده و شاهد رشد و جهش معجز آسایی در این افراد بودم. و به وضوح شاهد بودم که چگونه این قول بچه ننه های دیوانه و مخرب با اندک بیداری وجدان و معرفت نفس سرنوشت خود را دگرگون ساخته اند که یکی دیگر از برکات معجزه آسا و ماندگار این تجربه این بوده که عرفان نفسی بر مبنای این نسل و به احساسات و منطق آنان پدید آوردم تا نور بیداری و نجات آینده خودشان و کل جامعه آخر و زمان باشد پس باید گفت که نسل قول و چننه ها که از یک منظر تباه شده ترین و نابودگرترین نسل بشر در تاریخ است بالقوه حق طلب ترین و هستی جوترین نسل است. به بیان دیگر هر طبقه ای از دوزخ در بطن خود رحمتی از پروردگارش را نهفته دارد که شفاعت ارحم و راهمینی خداوند در دل طبقه هفتم دوزخ است که در آخر و زمان آشکار شده است و این است که مجموعه آثار و معارف ما در عین حال که حولناکترین اختارها و تنظیرها را داراست آشکار کننده بشارت ارحم و راهمینی پربردگار نیز می باشد که از بطن امامت رخ نموده است و آن رحمت مطلقه است که قبلا درباره اش سخن گفته ای دویست هشتاد. نسل بچه ننه ها ساکنان درک اسفل از سافلین و بلکه پربرش یافتگان این قلم رو هستند زیرا درک اسفل جایگاه اهل نفاق است و اینان خود ارکان و قلم رو به درک اسفل می باشند زیرا مولود نفاق و شقاق رابطه پدر و مادر خیش هستند. و بنده رسالت شناخت و احیا و برپایی قیامت این قلم رو از پست ترین و شقی ترین عرصه حیات و هستی بشر را بر عهده داشتم. این نسلی بی نجاد و بی صاحب و بی ولی است که به اشغال شیطان در آمده است و لذا بخش عمده معارف ما را شیطان شناسی انسانی تشکیل داده است. دویست و دویک بینژاد بودن این نسل و چننه امتیازی منحصر به فرد نسل های بشری در تاریخ است که در آخر و زمان رخ نموده است که این نسل بینژاد را به قایت ده و ظلمات تاریخ کشانیده و مستعد خروج از آن ساخته است زیرا هیچ دلبستگی به آن ندارد چون عنصر انسانی دهر نژاد و نژادپرستی است دویست دو, دو این نسل از طریق به خدایی عرفانی در آخر و زمان و به همراه به قتل رسیدن ابلیس به دست مهدی و مسیح از سیطره شیطان می رهد. زن به دلیل ویژگی وجودیش در خلقت که از آدم پدید آمده است به میزان دوری و ادابتش با مرد حامی خود به تسخیر شیطان در می آید و به سوز و گداز و نابودی دچار می شود. که جهت رهایی خود فرزندانش را تعمه شیطان میسازد و این واقعیتی در آخر زمان است که این بنده در صدها زن بی شوهر و ضد شوهر و فرزندانشان به عین مشاهده کردم و شاهد بچه های معصومی بودم که در چنگال مادران بیرحم خود عین جن و شیطان شده بودند. دویست و و کلا آن زناشویی که دچار عورت سالاری و زن سالاری می شود به تسخیر شیطان در میآید و شیطان بین این دو شقاق و نفاق و ادابت می اندازد تا هر یک را به تنهایی به تسخیر خود درآورد که این فاجعه در مورد زنان به مراتب حولناکتر رخ می دهد. به خصوص که در خانه فرزندان خود را هم تصاحب می کنند و لذا این مسئله دامن فرزندان را می گیرد. ولی مردان از دوزخ خانه می گریزند و در جامعه به توسعه و فعالیت های شیطانی خود می پردازند که قلم رو به اقتصاد و تسلیحات و صنعت و سیاست و هنر و تبلیغات است تا از طریق چنین قدرتهایی به نبرد سلطگران با زنان خود بپردازند تا فرزندان خود را از سیطری آنان برهانند و به تصرف خود آورند. و این نبردی شیطانی جهت تملک نسل و نژاد و شجره است که حاصلش خود براندازی نسل بشر است و اگر نبود رحمت مطلقه پروردگار عالمیان که از محمد و آل محمد در آخر و زمان رخ می نماید عاقبت بشریت جز نابودی ابدی نمی بود. پنج. حقیقت هولناک دیگران است که در آخر و زمان که اصر ظهور متافیزیک در فیزیک و غیب در عین است همانطور که جهنم آشکار شده است در تکنولوژی شیاطین هم از بطن ازدواج بین بچه ننه ها رخ می نمایند که همان ظهور شیطان انسیست که در قرآن و روایات مذکور است همانطور که در عرصه ظهور جهانی امام نیز همه ملائک هم از بطن خانواده های مؤمن امامی در صورت بشر رخ می نمایند همانطور که در قرآن کریم هم آمده چون ملائک رخ نمایند در صورت بشرند و بدین گونه انسانهای جنتی و ملکوتی به همراه انسانهای دوزخی و شیطانی رو در روی یکدیگر در آخر و زمان برای ظهور حق جهاد می کنند. که پس از قتل عام گروه عظیمی از بشریت بالاخره ابلیس و دجال به دست مهدی و مسیح کشته می شوند و ما بقیه بشریت هم آزاد گشته و رستگار می شوند. 286 و و همانطور که امروز همه جنگ ها و جدال های روی زمین ماهیت نجات پرستانه دارند، این صورت اجتماعی و جهانی همان جنگ بین زن و مرد جهت سلطه نهایی است. مثلا نهزت جهانی همجنسگرایی یک جنگ زنانه بر علیه مردان است. سهیونیزم آخرین نبرد نجات پرستی مردانی بنی اسرائیل است، همانطور که نهزت تکفیر در جهان اسلام هم یک نهزت مرد سالارانی عربی است و بیهوده نیست که با سهیونیزم ارتباطی حیرتاور یافته است. طالبان نیز آخرین نبرد مرد سالار عربی افغانی جهت بقا در تاریخ است بر علیه زن سالاری. تمدن قرب اساساً به سمت حاکمیت زن سالاری می رود و دموکراسی غربی نیز همین ماهیت را دارد و بی تردید همه این نبردها نهایتا به پیروزی جهانی زن سالاری می انجامد که همان حاکمیت جهانی نسل بچه ننه هاست. و این پیروزی کفر مطلق و شیطنت آشکار است که در نقطه مقابل امام زمان و مؤمنانش قرار می گیرد. باید درک کرد که ایمان و اخلاص در دین و توحید نه مردانه است و نه زنانه. این زن سالاری جهانی واکنش کنش عادلانه تاریخی به هزاران سال مرد سالاری کفر و کفر مردانه است. مردانی که خواستند زنان را بنده و پرستنده خود سازند و بالاخره شکست خوردند به واسطه صنعت و علوم و فنونی که محصول دست خود مردان بوده است. زیرا تکنولوژی به ترزی رندان مردان را از ستم تاریخی خود ساقت نمود و قدرت را به زنان سپرد و مردان را بنده زنان ساخت و زنان را هم بنده شیطان ولی باید دریافت که این پیروزی جهانی زن همان سقوط و نابودی اوست زیرا نه مرد بدون زن حیات و هستی و خوبیتی دارد و نه زن بدون مرد دویست زن و مردی که یکدیگر را دوست داشته باشند هرگز یکدیگر را بنده و پرستنده خود نمیخواهند. فقدان محبت که محصول فقدان بلایت زناشویی است موجب پیدایش شیطان در این رابطه است و حاکمیت تکنولوژی بر بشر مدرن قلبش را شقی و سنگ ساخته است که دیگر توان دوست داشتن ندارد تکنولوژی نیز حاصل علوم شیطانی در بشر است که نفس اماره بشر را امکان برونفکنی و جولان داده است که مدرنیزم محصول این برونفکنی می باشد. 289. باید به یاد آوریم که بنیاد ادابت و قتال در تاریخ از رابطه آدم و حوا و فرزندانشان آغاز شد و در تاریخ پیچیده گردید و صبر و قلم و بحانه های کسی یافت. پس از منظر معرفت دینی و عقل تجربی، رابطه آدم حوایی بنیاد هر جنگ و ادابت و ناهنجاری در جوامع بشری است و اگر هر امر دیگری را علت بدانیم این یک انحراف شعوری و گمراهی است ما قبلا نشان داده که همه جنگ های طبقاتی و قومی و مذهبی و عقیدتی و سیاسی و امثالهم معلول جنگ آدم هوایی است همانطور که خانواده همواره سلول تشکیل دهنده جامعه بشری است پس مکتب و حکمت آدم حبایی به مصابه علم ذره بنیادین جامعه و تاریخ و اقتصاد و مذهب و فرهنگ و سیاست و دانش و فن است و این را قرآن کریم به ما تعلیم می دهد. از هر اصلاح و انقلاب و نجاتی در قلم جامعه و فرهنگ و اقتصاد و محیط زیست و سیاست و مذهب و مدیریت و تعلیم و تربیت و سلامت، فقط و فقط حاصل تحولی بنیادی در رابطه آدم حبایی است که ارکان و اصول و فروع این علم در مجموعه آثار ما تبیین شده است و ما این علم را تماما به واسطه تجربه و شهود کشف کرده ایم و سپس تصدیق آن را در قرآن و معارف اهل بیت اسمت یافته ایم و از آنجا حکمت و مبانی متافیزیکی آن را استخراج و تدوین نموده ایم. دویست و نوت آخر و زمان خانواده به معنای پایان عمر تاریخی خودپرستی و نجات پرستی و عورت پرستی و شیطان پرستی در خانواده است و آغاز پیدایش اهل بیت خدا در خانه های بشری. پس بشارت باد که به زودی دورانی فرا می رسد که هر خانی یک خانه کعبه و بیت الله باشد و هر خاندانی نیز جلبه ای از پنج تن آل عبای الهی. و این است تمدنی امامیه که جنات نعیم الهی را بر روی زمین ممکن می سازد که در آن دعا و شعار و ذکر و کلامی نیست الا اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم